اما یکی از معروفترین اشعار سایه ارغوان بود که برای خانه‌اش با همین نام سروده بود. بخشی از شعر معروف ارغوان با دکلمه خود شاعر هوشنگ ابتهاج رو بشنویم. ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی سوا یا گرفته است؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر میگردانم. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسویی ز چراغی رنجور، قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد میگرید، چون دل من که چنین خون‌آلود هر دم از دیده فرو می‌ریزد. ارغوان بخشی از شعر ارغوان با دکلمه هوشنگ ابتهاج سایه رو شنیدیم که در سن 94 سالگی درگذشته. همانطور که در گزارش ابتدایی برنامه هم شنیدید، هوشنگ ابتهاج از همان نوجوانی بر کنار از سیاست نبود. اواخر دهه 20 و اوایل دهه 30 خورشیدی در ارتباط با حزب توده قرار گرفت، اما پس از انقلاب بود که این ارتباط برایش دردسرساز شد. در سال 1362 و همزمان با ضربه بزرگ به حزب توده دستگیر و زندانی شد. پس از یک سال از زندان آزاد شد و در سال 1366 به کلن آلمان رفت. برای بررسی بیشتر جنبه‌های سیاسی زندگی هوشنگ ابتهاج گفتگویی داشتم با داریوش محمدپور، پژوهشگر علوم سیاسی. با هم بشنویم. چیزی که نباید فراموش کنیم اینه که در زندگی سایه و در فکر سایه و در شعر سایه آنچه که اولویت دارد انسان است، نه سیاست. هر سیاستی که در هر دوره و زمانه به انسان توجه میکنه، به رنج انسان توجه میکنه، به امیدها و آرمانهای انسان توجه میکنه، ناگزیر در کانون توجه سایه واقع میشود. هیچ فرقی نمیکنه که از کدوم جهتی و از کدوم سوی باشد. اگر بافتار زمانه سایه را در نظر بگیریم، دهه 20 رو ببینیم، دهه 30 رو ببینیم، دهه 40 رو ببینیم، دوره است که عمده متفکران، روشنفکران، شاعران، نویسندگان و کسانی که در جامعه ما به دنبال عدالت و آزادی و حقوق انسان بودند متعلق به جریان‌های چپ بودند. لذا و بسیاری از دوستان صمیمی و بسیار نزدیک سایه هم چپ بودند و این چپ بودن گاهی اوقات این شعبه ایجاد میکنه که سایه هم متعلق به حزب سیاسیه و بارها این رو هم شفاهی گفته، هم کتبی جای دیگه گفته، در مصاحبه‌ای که کرده گفته که من هیچ وقت عضو حزب توده نبودم و آنچه که سایه رو به اینها نزدیک میکرد اون تعلقی بود که در میان متفکرین حزب توده که در واقع در صدر اینها مرتضی کیوانه، یعنی بدون مرتضی کیوان بقیه اینها رنگ میبازن، واقعا اون مرتضی کیوان است که استوانه و ستون تمام این گردش های فکری و این عطف توجه به انسان و رنج آدمی است.
و آیا قبل از انقلاب و بعد از انقلاب تغییری در این زمینه شاهد هستیم در هوشنگ ابتهاج؟ مطلقا، یعنی شما بعد از انقلاب هم این چیزی که میبینید در شعر سایه همچنان این امید است به اینه که یک روزی انسان آزاد خواهد بود، یک روزی این رنج بندگی و بردگی از گردن انسان برداشته خواهد شد. در اون مصرع تک بیت مشهور سایه که الان ورد زبان هاست و همه شنیدند که میگوید که ای مرغ گرفتار بمانی و ببینی آن روز همایون که به عالم قفسی نیست، این شعریه که در زندان گفته، در زندان جمهوری اسلامی سایه گفته. ولی این آرمان چیزی است که هیچ وقت سایه ازش دست نکشید. سایه بارها اینو میگفت که انسان از غار آمده بیرون و دوباره به غار بر نخواهد گشت. ما یه روزی به قول خود سایه در اون شعر زندگی که این کهربای آرزوست، این چیزی است که جان آدمی هماره در هوای اوست. لذا برای کسی مثل سایه که شاعر بودن و انسان بودن و رنج آدمی براش اولویت داره بر همه چیزی، سیاست فرع قصه است، ولی این آرزو، این آرمان است که از بین نمی رود. و البته ما میدونیم که در این یک قرن گذشته عمده کسانی که یا جریانهایی که مدعی یا خواهان آزادی و عدالت بودن همین انقلابیون بودن که از طیف‌های مختلف بودن، که البته خب هیچ کدوم از این انقلابیون و هیچ کدوم از سیاستمداران به سایه هیچ وقت وفا نکردن و سایه اون جایی که باقی ماند و باقی میماند در دل مردم ایران است و در روح و روان مردم ایران است، که جایی است که از دست رفت و دست برد و گزند تمام این سیاستمداران و این گرایش‌های سیاسی زمانه به دور می‌ماند. گفتگویی بود با داریوش محمدپور، پژوهشگر علوم سیاسی.